سلام عرض میکنم خدمت خانم بروفه عزیز هستیم. حال شما؟ متشکرم، مرسی. شما خوبین؟ نه مرسی. از کار جدیدتون چه خبر؟ چیزی دارید برای تلویزیون سینما؟ نه برای سینما، نه برای تلویزیون، هیچی. خانم بروفه، این روزا شاهدیم آی فیلم فیلمای قدیمی شما رو نشون میده، مجید دلبندم و تلف شدگان. خیلی محبوب بودید، خیلی خوب بوده و خیلی پرکار. علت چیه که الان انقدر کمکار و یه جوری اصلا هیچ کار؟ نه، کار اومده که واقعا حالا خارج از شوخی چند تا کار دارم، ولی بله درست میگین. خب دلیلش هم اینه که الان مثل اون سالا، اون کاری که شما گفتین کاری بود که هم قصه های خوب داشت، هم تیم خوب در واقع داشت، نتیجه قاعدتا نتیجه خوبی میشه. راجع به محبوبیت بگم که من هنوز محبوبم. به دلیل اینکه معتقدم که وقتی تو آدم ها رو دوست داری، طرفدارات و کسایی که دوستت دارن، نمیتونه نتیجه جز این باشه که اونا هم تو رو دوست نداشته باشن. قطعا اونا هم تو رو دوست دارن. یکی از دلایلی که کمتر کار میکنم اینه که دلم نمیخواد اون تصویری که برای خودم و برای کسایی که مخاطب من بودن ساختم، با کارهایی که براشون خاطر انگیز بوده، خراب بشه. چون واقعیتش این که تو پیشنهادهایی که توی چند سال اخیر خوب داشتم، ترجیحم این بوده که اونا رو کار نکنم، چون به دل خودم نمیشسته، قطعا به دل بینندش هم نمیشسته دیگه. دوستشم اون خاطر خوبه بمونه و با کمال میل اگر پیشنهادی اونطوری مثل اون تیپ کارا و کاری که به یاد موندنی باشه بهم بشه، با کمال میل کار میکنم. یعنی فکر نکنین که خودخواسته دلم خواسته کار کمتر کار بکنم، نه، ولی دلم کار خوب میخواد، نه هر کاری. یعنی به صرف حضور داشتن و بودن و دیده شدن و کسب درآمد دلم نمیخواد، باید راضی باشم از کاری که میکنم. بله، اون مقطع خیلی پرکار بودید، یه مقطع کلن نبودید. این دلیلش میتونه همون مسائل انتخاب سخت باشه یا اینکه حالا من یه مقطع اجازه کار نداشتم؟ من به خاطر پخش شدن فیلم عروسی که فکر میکنم تنها آدمی که هیچ وقت نمیتونم تو زندگیم ببخشم، البته از خدا میخوام کمکم کنی که اونم ببخشم، ولی کسیه که واقعا این فیلم عروسی من رو پخش کرد. خب خیلی به من لطمه زد، من چند سالی اجازه کار نداشتم. بله، به خاطر پخش شدن فیلم عروسی. بله ولی در هر صورت حرفه ما چارچوبی داره، به هر حال زندگی خصوصی نباید در واقع تداخل داشته باشه با شرایط کاری، و این اتفاق برای من افتاد و من خیلی اذیت شدم به خاطرش. خیلی کارا رو از دست دادم، کارهای خوبی که تو اون مقطع میتونستم، اتفاقا چون تو اوج کار کردن من بود، میتونست از این کارهایی که الان اسم بردین تعداد بیشتری تو کارنامه من موجود باشه، که متاسفانه دلیلش میگم فقط همین بود. یه چند سالی هم اجازه در واقع کار نداشتم و بعد هم که تونستم کار بکنم، قاعدتا باید شروع میکردم دوباره با کار کوچیک، تازه بگم من اومدم. و من همیشه اعتقادشم تو این حرفه، من نباید تلاشی برای معرفی کردن خودم بکنم. من هستم، من شناخته شدم و موجود هستم و الان میتونم کار بکنم. من اعتقادم اینه که باید مردم بخونه، که اینو حس میکنم، چون جایی که میرم همه میگن چرا نیستی، چرا کمرنگ، این منو خوشحال میکنه. ولی من تلاشی برای این که برم بگم آقا میشه من کار بکنم، میشه به من یه نقش خوب، به این اعتقاد ندارم و فکر میکنم که منتظر اتفاقات خوبم همیشه، چون آدم خوشبینی هستم. امیدوارم این اتفاق بیفته. ما هم امیدواریم. از قسمتی گفتید که حالا اون کلیپ پخش شد، خیلی از هنرمندامون، فوتبالیستامون، ورزشکارامون همیشه تحت نظر هستن و برای چند نفر هم از این سبک اتفاق افتاده. خانم زیبا بروفه چه دلیلی رو به صورت اصلی، یعنی مقصر اصلی میدونه؟ چه اشتباهی کرده؟ آیا اصلا پشیمونه بابت اون اتفاق یا اینکه واقعا غیر ارادی بود؟ اون مراسمی که انجام شد، یعنی واسه باید فیلتر میشدن آدمایی که قرار بود دعوتشن که پخش نکنن؟ آخه از توی مراسم عروسی من این اتفاق نیفتاد، یعنی اونجا نه گوشی موبایلی بود، نه یه عروسی کاملا خوب، نه نبود. ضمن این که
من یه جشن خصوصی 50 نفره، یعنی در حد فامیل نزدیک و 4-5 شاید دوستای نزدیک در واقع بود. نه اون در واقع اون تیکه از فیلم عروسی من رو به عنوان نمونه کار توی هارد ظاهرا دستیار اون کسی که دوست ما بود و خودش هم خبر نداشت به عنوان نمونه کار نشون داده بود که مثلا من فیلم عروسی فلان کسک رو گرفتم و اینا مهموناش بودن، از اون برداشته شده و پخش شده بود. بله حالا این قضیه کهنه از قدیمیه، منظور این که دلم هم ولی بله بله، یعنی اون باعث شد که من 4 سال مطلق و بعد از اون 4 سالم جسه گریخته. خب این خیلی برای هنرمندی که باید حضور داشته باشه و تو زمانی که کارهای خوب داره میکنه، همزمان من اون سال 3 تا فیلم سینمایی داشتم و 5 تا فیلم سینمایی داشتم، 3 تا سریال پربیننده و بعد تو نتونی که کار بکنی. شاره که اتفاقات خوب از این به بعد. خانم بروفه، حالا این روزها زیاد نزدیک نیستید ولی از دور که میبینید همکاراتون و کلن دنیای سینما، هنر، بازیگرها پیشرفت کردیم، ضعیف شدیم؟ امیدوارم که همیشه همه چیز رو به جلو رو به پیشرفت باشه. این آرزوی قلبی منه برای تک تک کسایی که توی این حرفه هستن. گاهی پیشرفته، گاهی پسرفته، بالا پایینه دیگه، خیلی به سامان نیست به نظر من اوضاع. همین که یه مدت رو نبودی و کلن نباشی و کسی یادش نیفته سراغی بگیره، این یعنی به سامانی به نظر. آره تشکر کنم از لطفتون. ممنونم از شما.